برای اولین بار پس از تابستان 1367 در یک اقدام کوچک اما گستاخی بزرگ پایتخت ایران مورد تعدی و تجاوز نیروهای بیگانه قرار گرفت. اما تصمیمات رهبران و فرماندهان جمهوری اسلامی ایران در آینده چه تأثیری خواهد داشت؟ گفتگو خواهم کرد با علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و مؤسس تلویزیون اینترنتی جدال. آقای علیزاده سلام. سلام و عرض ادب. با وجود همه اقدامات و ادعاهایی که رژیم اسرائیل داشت، بالاخره عملیاتی رو انجام داد با کمیت و کیفیتی که شاید با ادعاهاشون فاصله بسیاری داشت. تحلیل شما از این اتفاق و این اقدام در این روزها چه خواهد بود؟ بسیار عالی، ممنون از دعوت شما و سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز برنامه شما. بستگی داره که ما در چه مقطعی این قضیه رو بررسی کنیم. اگر به این بررسی کنیم که از اول اکتبر، یعنی از دهم مهر ماه که ایران عملیات وعده صادق دو رو انجام داد، نتانیاهو با ضرب آهنگ بیشتر و با شدت بیشتر ایران رو تهدید کرد و بحث حمله به مقرها و تأسیسات هسته‌ای ایران، حمله به تأسیسات نفتی ایران، حمله به زیرساخت‌های مهم ایران رو مطرح کرد، اگر در مورد با اون مقایسه کنیم، مسلماً این حمله نامتناسبی است و بسیار کوچکتر از رجزخوانی‌ها و ادعاهای نتانیاهو است. به ویژه اینکه گفته میشه که یکی از دلایلی که برخلاف وعده صادق یک که اسرائیل چنان در سطح رسانه‌ای و در سطح افکار عمومی از انتقام سخت صحبت نکرد و این بار صحبت کرد و گفته میشد که چون دفعه قبل نگران پاسخهای حزب الله بود و این بار چون احساس میکرد که حزب الله لبنان به نسبت ضعیف‌تر شده، دستش برای حمله به ایران بازتر. اما ما دیدیم که اتفاق نیفتاد و این حمله هم در جای اتفاق افتاد که ما بهش میگیم گری زون یا منطقه خاکستری. منطقه خاکستری جایی است که دارای ابهامه و اجازه تفسیر به بازیگران و اکتورهای مختلف میده. یعنی هر طرف میتونه اعلام پیروزی و اعلام پیروزی برای خودش کنه و این دقیقا هم اتفاقه. از یک طرف اسرائیلی ها دارن میگن که ما به تأسیسات مهم راداری ایران ضربه زدیم، همچنان گفته میشه که به میکسرهای تولید کننده سوخت جامد موشک های ایران ضربه زدن که بازسازیشون ادعای اسرائیلی ها و افرادی مثل باراک راوید در سایت اکسیوس اینه که شاید بازسازیشون ماها و شاید تا یک سال طول بکشه. این اگرچه به زرادخانه موشک بالستیک ایران ضربه مستقیم نمیزنه، اما تأمین موشک ها برای متحدین ایران در منطقه در یمن و لبنان رو مشکل خواهد کرد و برای همین دست ایران رو در یک بازه یک ساله کوتاه میکنه تا بخواد این میکسرها ساخته شه. از طرف دیگه هم این حمله یک جور تست زنی طرفین بوده. اسرائیلی ها ایران رو تست دادن ببینن که پدافند ایران چه قدرتی داره، ببینن که آسمان ایران چه توان حمایت دفاع از خودش داره و همونطور که ایرانی ها در عملیات وعده صادق یک و دو اسرائیل رو تست دادن. برای همین این منطقه خاکستری آمریکایی‌ها دارن اعلام پیروزی میکنن. دولت بایدن داره میگه که ما موفق شدیم که بر نتانیاهو اعمال نفوذ کنیم و از نفوذ خودمون استفاده کنیم تا اینکه نتانیاهو حمله گسترده‌تری رو انجام نده و قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز 7 نوامبر یا 17 آبان انجام میشه، ما منطقه غرب آسیا رو در یک جنگ تمام عیار نبینیم که پای ما به عنوان آمریکا باز میشه. آقای علیزاده، این به منظره عقب نشینی تاکتیکی و عدم تمایل اسرائیل و حامیانش برای یک درگیری تمام عیار میشه تفسیر کرد؟ یک عقب نشینی تاکتیکی نه، مسلماً نه. به نظر من ما هر بازیگری رو در سطح جنگی باید دو چیز رو ببینیم، یکی آبجکتیو ها و اهداف عینیشون رو باید ببینیم در طی جنگ و یکی هم رجزخوانی ها که برای افکار عمومی انجام میشه. در سطح رجزخوانی نتانیاهو چنین حرفای زده،
اما نتانیاهو یک نکته خیلی مهمی رو که باید بپذیریم اینه که اسرائیل در این یک سال خطاهای فراوانی کرده، مشکلات فراوانی داره و با یک معرکه و یک جنگ وجودی روبروه که ممکنه که هستی و نیستیش از بین بره. به همین دلیل هم یک جاهایی خیلی هوشیاری به خرج داده و محاسبات درستی هم انجام داده. نباید دشمن رو ابله فرض کرد، نباید دشمن رو خفیف فرض کرد. دشمنی که 75 سال در منطقه‌ای که بهش تعلق نداشته با اشغالگری خودش رو تثبیت کرده و تونسته نظم این منطقه رو مرتب علیه مردم بومی این منطقه، کشورهای واقعی این منطقه و به نفع خودش و اشغالگران و استعمارگران عوض کنه، ابله نیستش، برای محاسباتی داشته. من فکر نمی‌کنم که نتانیاهو در این منطقه، در این مرحله اصلا به دنبال جنگ تمام عیار با ایران بود که بخواد بیشتر از این بزنه و به دنبال اهدافی بود که به نظرم به بخشی از این اهداف رسید. اگه بخوایم حالا واقعا صریح صحبت کنیم، مثلا این اهداف چه بوده که بهش دست پیدا کرده؟ این اهداف یکیش این بود که در آسمان پایتخت جمهوری اسلامی که از اردیبهشت 1367 تا به حال هیچ پرنده‌ای واردش نشده بود، یک عملیاتی انجام داده که حالا گفته میشه که 100 200 من بالا عددش رو باید بیان و مسئولان خودشون اعلام کنن. شاید ما هیچ وقت عدد دقیقش رو نفهمیم، مثل همه کشورها که هیچ وقت مسائل نظامی رو دقیق اعلام نمی‌کنن، طبیعی هم هستش. ولی بالاخره آسمان ایران تا مورد تجاوز قرار گرفته، شهروندان شهر 12 میلیونی تهران تا حدی ازش مطلع شدن، اگرچه از پدافند نظامی خودشون هم مطلع شدن. همین که من میگم این یک عملیات در منطقه خاکستریه که شما میتونید نیمه پر لیوان رو ببینید و میتونید نیمه خالی لیوان رو ببینید، برای همینه که یک تفسیر متعادل و متناسب ازش دادن بسیار مهمه. همون جمله‌ای که میگن نباید بزرگ نمایی کرد و نباید کوچک نمایی کرد. کوچک نمایی این چیه؟ اینی که نتانیاهو زد، هیچ غلطی هم نتوانست بکنه و پدافندهای ما هم به قول معروف یک شکست کامل برش تحمیل کرد و با تمسخر و با شوخی از کنارش بگذاریم. این کوچک نمایشه. بزرگ نمایش هم اینه که اسرائیل اومد در 100 کیلومتری مرزهای ما ایستاد، با هواپیماهای خیلی مجهز موشک‌های دوربرد اسپرو و غیره رو پرتاب کرد و اینتل و اطلاعات خیلی دقیق هم داشت که محل‌های راداری ما کجاست و یک مرحله رو انجام داد و یک چنگ و دندون نشون داد. نگاه کنید که ماها طراحی مرحله این عملیات چیه؟ اومده چشم و گوش بعضی از نقاط ما رو کور کرده، یعنی رادارهای ما رو، که بگه که من حالا اگه مرحله بعدی رو بزنم تو حتی نمیدونی من کجا هستم. درسته؟ یعنی نشون داده که من اگر بخوام میام ولی همینجا متوقف شده. همونطور که ایران این کارو کرد، ایران در عملیات وعده صادق دو تا 100 متری ساختمان موساد رفت که بگه من میدونم تو کجا هستی، بخوام بزنم میزنم ولی نمیزنم. من میتونم بزنم طوری که طرفات جانی داشته باشی، نمیخوام بزنم. دو طرف به نظر میاد که در این مقطع علاقه من به وارد شدن به جنگ تمام عیار نیستن. اما کجا قضیه خطرناک میشه؟ قضیه از این خطرناک میشه که از 7 اکتبر سال گذشته که عملیات طوفان الاقصی شروع شد، اسرائیل با معرکه وجودی یعنی مرگ یا زندگی روبرو شد. خب و برای همینه که اسرائیل هم میگه محاسبات خودش رو عوض کرد. اسم این عملیات از 2 هفته پیش به این ور چی شده؟ شده عملیات رستاخیز و از خواب بیدار شدن. یعنی جامعه اسرائیل رو نتانیاهو داره میگه که از خواب غفلت پاشی، دیگه دوره خوشی و بغل تل‌آویو ساحل آفتاب گرفتن تموم شده، ما با معرکه وجودی رو برو هستیم، وقت جنگه، برخیز. و برای همین هستش محاسباتش با رجزخانیاش فرق داره. یک سال تمام به لبنان میگفتش که من نمیخوام تو رو بیشتر بزنم. در همین جنوب لبنان کارهای فرسایشی میکرد و حزب الله هم باهاش جوابهای فرسایشی میداد. دو طرف مشغول اون چیزی بودن که ما در اصطلاح بین الملل بهش میگیم وار آف اتریشن، جنگ فرسایشی، که همدیگر رو مستهلک کنن. و خیلی فکر میکردن که اسرائیل میل ورود به جنگ تمام عیار با لبنان هم نداره. و ما یک دفعه دیدیم که در ماه 11 دو هفته مونده به یک سالگی یا 3 هفته مونده به یک سالگی طوفان الاقصی عملیات پیجری انجام میشه. بعد یک هفته بعدش بمب سنگرشکن در بیروت زده میشه، سید حسن شهید میشه و معادله عوض میشه و بعد بمباران وسیع بیروت شروع میشه. من نمیگم چنین اتفاق و نسخه‌ای برای تهران ممکنه، برای اینکه اصلا در ابعادش نیستش. یعنی ما به نگاه میکنیم به
قوای عینی دو طرف چنین چیزی برای تهران ممکن نیست. ولی حرف من اینه، اسرائیل هم دولتش هم ارتشش و هم مردمش متوجه شدن که این منطقه دیگه براشون امن نیست و احساس امنیت نمی کنن و می دونن که نیروهای مقاومت در این منطقه در نهایت از کجا به همدیگه پیوسته می شن، قلب تپندشون کجاست؟ ایرانه. برای همینه که به عبارتی رویارویی اسرائیل با ایران از منظر اسرائیلی ها اجتناب ناپذیره. و این اتفاقی هم که در روز 5 آبان افتاد به نظر من شکستن یک تابوی 35 ساله 40 ساله بین ایران و اسرائیل، شکستن یک خط قرمز بود که حالا لزوماً الان هفته بعد، دو هفته بعد، 6 ماه بعد، 5 ماه بعد من نمی‌تونم پیش بینی کنم، ولی آغاز عملیات‌های پینگ پونگی که احتمالاً یک سال، دو سال، شش، یک سال و نیم دیگه میتواند به یک جنگ گسترده تبدیل شد. آقای علیزاده، گزاره مطرح کردید از مدل اقدامات پی در پی رژیم اسرائیل، مثل اینکه خط قرمز رو در جنوب لبنان شکست، بعد از شهادت دبیرکل حزب الله لبنان یک قدم جلوتر اومد. اگر در این مقطع رهبران ایران پاسخی قاطع آن چیزی که معمول ادعا شده نده، آیا خط قرمزها رو بیشتر میشکنه و جلوتر میاد نسبت به خاک سرزمینی جمهوری اسلامی ایران؟ ببینید، دو تا تفسیر هستی که تفسیری که آمریکایی‌ها هم خیلی بهش علاقه دارن، در خود ایران هم اون کسانی که من بهشون میگم خط سازش دارن اون رو میدمن و اونها کسانی هستن که شنبه صبح در روزنامه‌هاشون با ظاهر خیلی ملی‌گرایانه و به قول معروف وحدتگرایان هم همشون گفتن که مشت محکم ایران به دهان اسرائیل و غیره، و میگم همین حمله رو کوچک کردن که همینجا خاتمه بدن، مگر اپیزود همینجا تمام شد. ولی سوال این است، اصلا از این بحثا بیایم بیرون، از بحثای روز بیایم بیرون، خود از بالا نگاه کنید. شما به یک کشوری که من منظورم اسرائیل نیستن، چون اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل یک پادگانه، شما به یک کشوری به اسم آمریکا که در حال حاضر در حال افول هم هست به عنوان ابرقدرت یک کتاز 70 سال گذشته و در یک پادگانی به اسم اسرائیل 70 سال سرمایه گذاری کرده، امسال فقط 17.1 میلیارد دلار یه بسته کمکش بود، سالانه 10 میلیارد داره کمک میکنه، ضرب در 70 کنید حدودا چندین بالای 4 5 تریلیون دلار تا به حال به در این پادگان به اسم اسرائیل سرمایه گذاری کرده و این پادگان هم همزمان اومده از طریق لابیاش سیاست از آمریکا رو گروگان گرفته. خب شما داری به آمریکا میگی آقا من میخوام این پادگان تو خراب کنم، تو رو هم از داشتن این پادگان در این منطقه محروم کنم، خودت هم از این منطقه بنزن بیرون. بالاخره با یه ابرقدرتی که اگرچه در حال افوله ولی هنوز ابرقدرته، هنوز و اطلاع ثانوی بزرگترین قدرت نظامی تاریخ، هنوز چین به رغم افزایش بودجه نظامیش قابل مقایسه نیست، هنوز 5-6 کشور بعد از آمریکا رو هم دیگه بودجه نظامیشون بذارید مادر آمریکا نمیشه. درسته یه موقعی بود 10 تا کشور بعد رو هم میذاشتین آمریکا نمیشد، هنوز آمریکا بیش از هر چیز یک ابرقدرت نظامیه و ما بهش گفتیم که این منطقه رو از شما آری میخوام، این منطقه ماست، ما نزدیک حالا بنا به گفته‌های مختلف 10000 سال، بعضی میگن 2500 سال، بعضی میگن 4000 سال ما در این منطقه بودیم. سوریه هم اینطور، فینیقی ها یا لبنانی ها همین، مصریالی منطقه ماست، برو بیرون. و اون میگه من به این راحتی بیرون نخواهم رفت، یا من شما رو نابود میکنم طوری که دسترسی به منابع شما محدود شه، چین نتونه بیاد اینجا فردا نفت ارزون ایران، نفت ارزون سعودی، نفت ارزون قطر رو بگیره، یا اینجا رو خراب میکنم که برای رقیبم هم چیزی نمونه بر 50 سال آینده، یا به این سادگی نمیرم. لقمه بزرگی است، لقمه استقلال، لقمه بزرگی است و لقمه اجتناب ناپذیری هم هست، چون متاسفانه یا خوشبختانه سایز ما در مقام کشور سایز بزرگی است، محل ما متاسفانه و خوشبختانه محل خیلی مهمترین منطقه تاریخ، یعنی ما ایران چهار راه، منابع گاز و نفت به کنار، منابع لیتیوم اخیر به کنار، منابع مس و آهن به کنار، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ثروتمندترین منطقه‌های جهان و آمریکا رو نمی‌پذیره. ما یا باید کوچیک شه این کشور، یا باید دست از ادعاهای تاریخیش و اون
جایگاه تاریخی که داشته تو این 2000 سال دست برداره و کوچیک تقسیم شه، قطع بندی شه، همونطور که عثمانی قطع بندی شد، همونطور که شوروی قطع بندی شد، همونطور که خیلی کشورها فرو پاشیدن قطع بندی شدن، قطع بندی شه به 4-5 کشور، یا بعد وایس از استقلالش دفاع کنه. برای همین که این لحظه‌ای که 7 اکتبر شاید ما نمی‌خواستیم ولی شتاب داد بهش، ما رو در مقامی گذاشت که مجبوریم الان با اسرائیل روبرو شیم و اسرائیل هم در مقامی گذاشت که مجبور از تمامیت و از بودن نبودن خودش دفاع کنه. برای منظر من این لحظه اجتناب ناپذیر شده. و کی اتفاق خواهد افتاد؟ وقتی که اسرائیل احساس کنه که در جبهه لبنان تونسته مثلا فشار بیشتری به اون متحد ما بیاره، بعد بره سراغ یمن، بعد بیا در عراق و غیره. برای همین این چیزی نیست که الان اتفاق بیفته. اما اگر در این لحظه خاص جوابی متناسب به اسرائیل داده نشه، اسرائیل به سراغ ضعف‌های ما تک تک خواهد اومد. چرا؟ من فقط توضیح بدم. برای اینکه برای اسرائیل جنگ همیشه هیبریدی است. شما فقط جنگ نظامی ایران دیدید، ولی من به شما عرض کنم اولا که این اولین حمله اسرائیل به ایران نیستش. بزرگترین حمله اسرائیل به ایران در پاییز 1401 اتفاق افتاد در قالب آن شورش هایی که آن اتفاقات ناآرامی هایی که اتفاق افتاد، نه آرامی های مردم در خیابان که اونا حق داشتن به خاطر خواسته های فرهنگیشون بیان و اعتراض کنن، برای اون یه هفته بودش، 5 روز بود، 6 روز بودش. چگونه اون سرایت کرد به نارامی های تجزیه طلبان در کردستان، به نارامی های تجزیه طلبان در بلوچستان، به بمبگذاری در شاه چراغ، به کشتن بچه های نیرو انتظامی در که در همین ایام حمله اسرائیل هم از چنین اقداماتی در سیستان و بلوچستان برای رونمایی کردن. اما شما از تجزیه ایران صحبت کردید، چه چیزی امروز مانع این نقشه است که از قبل هم به عنوان خاورمیانه بزرگ ازش رونمایی شده؟ حالا در ادامه همون حرف اینه که این هیبریدی بودن، این ترکیبی بودن به همین جاست. اسرائیل یا کارفرماش آمریکا یک سلسله اتفاقات رو آوردن تو اینجا. پس یکیش 1401 بود که بالاخره جامعه ایران رو تکون داد، ترک‌هاش رو زیاد کرد، بین دولت ملت فاصله بیشتری انداخت، بین بخش‌های مختلف جامعه فاصله انداخت، یک گروه رو مقابل گروه دیگه گذاشت، مردم رو از هم دیگه به قول معروف تجزیه کرد تا یه حدی. قبل از اون چی بودش؟ از 1396 به این ور، 97 به این ور، ما تحریم ها رو داریم، ما جنگ فشار حداکثری رو داریم، ماکسیمم پرشر کمپین ترامپ و شرکاش رو داریم، درسته؟ و تحریم چی کار میکنه؟ تحریم هم جامعه رو مزمحل میکنه. تحریم هم برای این ساخته میشه که درد بیاره به جامعه دیگه. هنر تحریم ریچارد نفیو، بعد به جامعه درد بیارید، جامعه درد بیاد و بعد جامعه نفهمه که مقصر این درد کیه و باز هم بخش‌های مختلف جامعه به همدیگه بیفتن، جامعه اصلا تجزیه‌ش، وحدتش از بین بره، رابطش با دولت از بین بره. به علاوه این که ما یک نقصان خیلی جدی داشتیم هم از سال 95 به این ور، هم در دوره آقای روحانی، هم در دوره آقای رئیسی و هم امروز تو این 3-4 ماه، ما نتونستیم اقتصاد رو مقاومتی کنیم، نتونستیم تاب‌آوری اقتصاد بالا بریم. برای همین ما پدافند اقتصادی نداشتیم و باعث شد درد خیلی بیشتر هم بشه. درد تحریم ها دوچندان شده چون ما در داخل برخلاف نظامی ها که الان دیدیم پدافند داشتیم، اقتصاد ما یک دونه از این پدافند ها نداشت، یک دونه از این باور 273 ها نداشت. برای همینه که ما الان در این بازی 10 ساله هستیم که در داخل هم جامعه معمولی نیستش، جامعه سال دهه 60 نیستش که ما الان بگیم که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه 95% میخوام برن جام ثبت نام کنن که برن در جلو و خط مقدم بجنگن و بسیج کنن، به بسیج شن و شهید شن. اسرائیل رو همه این چیزا هم حساب کرده، اسرائیل و آمریکا روی شکافهای داخلی حساب کرده، روی دروازه های باز و نقاط ضعف اقتصادی حساب کرده، روی نقاط ضعف رسانه‌ای حساب کردن که شایعه خیلی دروغ در ایران پخش میشه، 24 ساعت بعد مثلا نگاه میکنن که 30% ضریب نفوذ داشته، رو همه اینها حساب میکنه و سرمایه گذاری های 20-30 ساله‌ای که رو بخش تجزیه طلب ها اینجا و اونجا انجام داده. این مجموعه است، اون حمله نظامی قراره که اینها رو هم تحریک کنه. یعنی شما ببینید اتفاقی که افتاد در جبهه العدل شاید مستقیما هماهنگ نشده باشه، اینه که وقتی اسرائیل زده اون گروه تروریستی احساس کرد که الان وقتشه، ما بریم 3 ساعت دیگه بزنیم، یه جوری وحدت ساحاته. همونطور که وقتی که ایران به اسرائیل حمله کرد در تل آویو عملیات تروریستی انجام شد، درسته، و عملیات استشهادی انجام شد و در واقع اون هم لزوما با هماهنگی نبوده، وحدت ساحات و یک جور هماهنگی ارگانیک و طبیعی بوده. برای همینه که من معتقدم که پاسخ به اسرائیل باید ترکیبی ولی باید شدید باشه،
که بازدارندگی رو حفظ کنه، چون در این لحظه برای اسرائیل حرمت حمله به ایران که به قول سردار قاسم سلیمانی حرم است شکسته شده، به حرمی به اسم ایران و به حرم پایتختش و آسمان این پایتخت حمله شده و اگر این لحظه اصلاح نشه بلافاصله اسرائیل این رو به عنوان یک خط‌شکنی نگه می‌داره و بعد شما باید منتظر باشید، نمی‌دونید که 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد ممکنه که باز این حرمت شکنی تکرار شه. من فقط این نکته رو بگم، این حرمت شکنی هم فقط در بعد نظامی نیستش. حالا من سال 95 یک جمله گفتم که خیلی مخاطبش فوش خوردم، من تمسخر شدم ولی واقعا بهش اعتقاد داشتم. گفتم که یا 96 بود شاید، بعد از اینکه ترکیه این گروه گولن در عبدالله گولن در ترکیه کودتا کرد، توییت خیلی ساده زدم که خیلی اون موقع میگم باعث حملات فراوان شد، گفتم که ترکیه هم کودتا شد به راستی که ایران جزیره ثبات در منطقه است. درسته؟ خب این ثبات ایران، امنیت ایران همیشه نقطه‌ای بوده که غیر قابل کتمان بوده. یعنی شما اگر مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هم بودی ولی نمیتونستی اینو بگی که آقا جمهوری اسلامی مثلا تو عدالت کارنامش بده، خدای خامنه‌ای هم میگه که ما کارنامه‌مون تو عدالت قابل قبول نیستش. توی فرهنگ من میشم به حجاب اونجوری مثل شما اعتقاد ندارم، شما اعتقاد داری با هم دیگه دعوا داریم و من ناراحتم. توی موضوع بحث فلان من میرم برای جای استخدام شم، من راه نمیدم، احساس میکنم رانته. ما همین دعوا رو داریم ولی دوست و دشمن قبول داشتن که ایران امنیت داره، در حالی که عراق از بین رفته بود، افغانستان از بین رفته بود، توی ترکیه بمبگذاری بود و همین الان هم بودن 20,000 نفر فقط تو کردستان ترکیه تو این 30-40 سال کشته شدن، سوریه از بین رفته بود، لیبی از بین رفته بود، مصر فقط تو یک روز توی سال 2013 1000 تا 2000 نفر کشته شده بودن و کودتا شده بود. توی این وسط امنیت ایران رو کسی منکر نبود و الان اسرائیل داره با این نقطه امنیت بازی میکنه و این به نظرم نقطه بسیار بسیار حساس و شلوغیه. ما باید به قول آمریکایی ها و انگلیسی ها زیرو تولرنس داشته باشیم رو بحث امنیتمون، یعنی بردباری و رواداری 0%. و این نکته مهمیه چون بالاخره در این قرارداد اجتماعی بین جمهوری اسلامی و مردم هم این نقطه در نقطه مثبت و غیر قابل شک و شبهه هست و اگر این نقطه از بین بره بعد میتونه تبعات سیاسی هم برای رابطه دولت ملت در ایران داشته باشه. چیزی که رهبر انقلاب هم در گفته های اخیرشون اشاره کردن، برتری امنیتی حتی نسبت به پیشرفت اقتصادی و علمی و حتی خانواده که خیلی تأکید داشتن. من سوال مانع تجزیه‌ام رو متوقف میکنم، یک بحث مفصلی است که امیدوارم با هم داشته باشیم. اما از جنگ ترکیبی و هیبریدی صحبت کردین، چیزی که امروز در فضای رسانه‌ای مجازی و حتی حقیقی از بعضی از رسانه‌های معتبر هم شنیده میشه، عدم محکومیت این اتفاق توسط روسیه و چین بوده، چیزی که حتی در ساعات اول حمله و رهگیری پدافندها با گزاره‌ای به عنوان کمک اطلاعاتی روسیه به ایران هم مطرح شد. حالا امروز میگن که چرا کاخ کرملین و یا پکن این حملات رو محکوم نکرده. نگاه شما به این دو گزاره‌ای که در رسانه‌ها مطرح هست چیه؟ بسیار خوب. حالا من در مورد مانع تجزیه من بدم جوابونم بدم، یعنی که میخوام بذاریم برای جای بعد. این رو جواب بدید، اون رو جلوتر با هم صحبت بکن. ببینید ما اگه بخوام رو درواسی کنار بذاریم، همونطور که الان بین ایران و اسرائیل تقریبا شرایط جنگیه، یعنی ما فاصلهمون میتونه الان ایران بزنه اسرائیل برگردونه بعد دوباره ایران بزنه، مثلا ممکن ما 2 ماه دیگه خدای نکرده در جنگ باشیم و میگم خدای نکرده برای اینکه آخر منم در جنگ ایران و عراق بزرگ شدم، مسلما اقوام من هم در بین شهدا و کشته شدگان هستن، خانه های ویران رو دیدم. برای هیچ کس از جنگ کسی که جنگ دیدن هیچ کس از جنگ استقبال نمی کنه، ولی همزمان هم شعار ما اینه که ملتی که آماده جنگ نباشه حتما بهش حمله میشه و
و نابود میشه. برای همین آمادگی برای جنگ شرط لازم صلح و برقراری صلح پایداره. اما از این که بگذاریم، ببینید، اما همونطور که بین ایران و اسرائیل جنگی، در داخل ایران هم ما با جنگ طرفیم و دو گروه مختلف داریم و اگه ما این گروه ها رو تشخیص ندیم هر روز گرفتار این دعوای رسانه‌ای میشیم. ما در ایران یک گروهی داریم که خیلی ممکنه خوب باشن، اقوام من هم توشون باشن، دوستان و همکلاسی‌های دانشگاه من هم توشون باشن، دوستان شما هم باشن، خود شما ممکنه جزو اینا باشید، نه اینها بد نه خوبه، ولی ما به اینها میگیم گلوبالیست، یعنی طرفدار جهانی شدن. جهانی شدن به معنای آمریکایی از 1990 به این سمت. میخوان تنزدایی بشه در فهم خودشون، میخوان روابط ایران و جهان به قول خودشون، در واقع روابط ایران با آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و استرالیا و کاناداست که جهان نیستش، بودن یک پنجم جمعیت جهان هم نیست، ولی به قول اونها روابط با جهان درست شه، به قول اونها توسعه اقتصادی انجام شه و غیره. و اینها هم خیلی واقع اینجا بی‌طرف نیستن، به حرف‌های اینها هم نباید خیلی بی‌طرفانه گوش کرد. شما از خودتون بپرسید، مخاطبان از خودشون بپرسن. حالا روسیه و چین که برای ما اهمیتی ندارن، که ما منافع ایران برای مهمه. اما شویگو، اگه من اشتباه نکنم دبیر شورای امنیت ملی روسیه و وزیر دفاع روسیه است در حال حاضر، شویگو که در واقع مهمترین فرد نظامی روسیه است، دو هفته پیش، سه هفته پیش به ایران آمد. همون موقع شایعه ورود S-400 ها به ایران مطرح شد. خب همین الان اسرائیل دارن میگن که S-300 ها مورد هدف قرار گرفته، پس S-300ی بوده، درسته؟ همین الان یکی از دلخوری ها این ماه ها این بوده که ایران به روسیه داره موشک میده یا نمیده، یا پهباد میده یا نمیده. و همین الان یکی از ادعاهای روسیه، از ادعاهای اسرائیل که بهش افتخار میکنه، میگه ما جایی زدیم که ایران به روسیه هم دیگه نتونه موشک بفرسته و کمک کنه. برای همین جنس رابطه ایران و روسیه جنسی است که مثل اینکه من و شما با هم دیگه، مثلا من به شما پول بهتون قرض میدم، شما بهش خونه میخرید، شما به من ماشین تو قرض میدید، من باهاش سفر میرم، اینقدر به هم نزدیکیم. بعد یک از همسایه‌ها میاد میگه که اینا به هم سلام علیک نکردن امروز، یا مثلا یه چیز مثلا به هم دیگه تو خیابون اخم کردن یا غیره. جنس این دو تا رابطه ایران و روسیه و ایران و چین رو بهش میرسم، تو به قول معروف مشق آن است که خود ببوید. در سطح نظامی، اسرار اطلاعاتی، امنیتی و استراتژیک سطح خیلی خیلی بالاتره. حالا مثلا ایران با اماراتی که از توش تروریسم علیه ایران انجام میشه، از توش تحریم علیه ایران انجام میشه، از توش تراستی های ایران به افق آمریکا لو داده میشه، یا مثلا اردنی که محکوم کرده ولی آسمان هم در اختیار هواپیمای اسرائیلی گذاشته، اونا خوبن و دوستن. بعد روسیه ای که احتمالا تو همین عملیات هم با ایران مشترک بوده به ما محکوم نکرده این قضیه رو. اینها پیوست های رسانه‌ای عملیات پنتاگون تل آویو، شک نکنید. خب پنتاگون یکی از تخصصهاش فقط ساخت آخرین ادوات جنگی نیست، پنتاگون یکی از کارهاش ساختن پترن ها و الگوهای جنگ رسانه‌ای روانیه. شما میدونید که مثلا این ماجرای تله بدهی چین رو دو نفر از اعضای پنتاگون ساختن، ما روش برنامه‌ای داشتیم در برنامه جدال، و یعنی در یک جای نظامی تولید شده که همین مردم میگن آ چینیا تله بدهی، بعد شما نگاه میکنید که آمریکا کشورهای بسیار ورشکست کرده با بدهی چین، فقط یک مورد مثلا سریلانکا بوده که حالا بحثش پیچیده است. بریم سراغ چین. خود اسرائیل دارن میگن که میکسرهایی که باش سوخت جامد موشک تولید میشه و در اینجا از بین رفته، که حالا از من نشنیده بگیرید، این ادعای اسرائیلی هست، ولی میخوام از دل ادعای خودشون بگم، چینی بوده. خب اگه چینی بوده، یعنی ایران و چین روابطشون در حدی که به همدیگه ساخت موشک رو دارن کمک میکنن، حالا چین اصلا توی روزنامهش به ایران تسلیت بگه یا نگه، برای من چه اهمیتی داره در مقایسه با مثلا عربستان سعودی که تا 3 سال پیش داشته علیه ایران پول خرج میکرده و میگفته که ما میخوام جنگ به داخل خیابونای ایران بکشیم. برای من خیلی خیلی باید مراقب باشیم. الان در حال حاضر من فکر میکنم که حالا برای خود من تو امنیت ملی قطبنما آقای خامنه ایه. اگر ما چند چیز رو از دست بدیم، اون اتفاقی که گفتید چه چیزی مانع تجزیه است، ممکنه که تخیلش ممکن شه. ببینید، من با عنوان کسی که ایرانی هستم و در ایران بزرگ شدم، در ایران بنسه رفتم، دانشگاه رفتم، هرگز دوست ندارم بگم که تجزیه ایران ممکنه و دوستم چاره گلدرش بدم، ولی من همزمان چون واقع‌گرا هستم، مثل اون مادری است که میخواد بچه‌ش رو نصف کنه و اون کسی که میخواد نصف نکنه. خب ما باید
اگر نگران ایران هستیم باید واقع‌گرا باشیم. خب تحریم کشور رو ضعیف کرده، جامعه رو ضعیف کرده، جامعه ایران توی یک مدرنیزاسیون خیلی پرشتاب توی این 45 سال یک کارهای عجیب، اتفاقای عجیب افتاده توش که یه حالت عادی بعد 150 سال طول می‌کشید میافتاد. برای همین که جامعه ایران از طرفی بله جامعه ایران یک عمقی داره، ایران ترکیه نیست که 1918 ساخته شده باشه، ایران عراق نیست که 1930 ساخته شده باشه، سعودی نیست که 1930 ساخته شده باشه، اسرائیل جعلی نیست که با اشغال و کشتار 1947 ساخته شده باشه. ایران به شکل فعلیش تازه برمیگرده به 1501 صفویه، به شکل بیشترش برمیگرده به ساسانیان، ایران شهر و بیشتر برمیگرده به هخامنشیان. برای همین که ریشه داره این رابطه‌ش هم با بخش‌های مختلفش در هم تنیده‌تر، تجزیه‌اش به اون آسونی نیست. اما هیچ کشوری نباید اعتماد به نفسش بیش از اندازه باشه. و اما اگر... این مانع آقای علیزاده، این مانع رو بگم، اما این اما در حال حاضر اگر ایران ارتباطش رو با متحدان منطقه‌ایش از دست بده، اگر متحدان ضعیف شن، اگر ایران در جایگاه چرخش نظم جهانی رابطه‌اش رو با بقیه کشورهای بریکس، با بقیه کشورهایی که این مدت هم کنارش ایستادن، نه در ظاهر ولی در باطن ایستادن، از دست بده، اگر اون گلوبالیستای داخل بتونن مرتب ایران رو در نوسانی بذارن که چین و روسیه هم با ایران نخوان کار کنن، یا شرایطی به وجود بیارن که ایران نتونه به حزب الله کمک کنه، از جمله این بحث FATF و غیره که دارن راه میندازن، خب اگر اتفاق بیفته حال تجزیه نه ولی تضعیف ایران ممکنه و بعد میتونن یواش یواش به اون خواب و خیال هم بیفتن. بحث الان نیست، بحث 20 سال پیش به آینده باشه، ولی لحظه ای که غرب آمریکا فکر کنه که آقا این کشور اون قدرتی که ما فکر میکنیم نیستش، تازه نقشه‌هاشون شروع میشه. چون الان سالهاست، نه تقریبا 10 سال بعد از پیروزی ایران در سوریه، پس از پیروزی به قول معروف بیرون کردن آمریکا از عراق و غیره، که اون نقشه از رو میز جمع شده، رفته تو کشوهای آرشیو، تو کشوهای بایگانی. ولی اگر ما ضعف نشون بدیم، اون نقشه های تجزیه و حمله و رژیم چنج و غیره دوباره از کشو میاد و رومیز قرار میگیره. و من نگران اینم که این خواب و خیال هم حتی نباید بهشون سرایت کنه. خب برای من برگردم به اینجا، چین و روسیه رفتارشون و به ویژه روسیه در سطح نظامی، سطح ارتباطشون با ایران اصلا یک سطح دیگری است. خب یک سطح استراتژیکه. مثال ساده، ایران و روسیه در سوریه از سال 2013 با هم دیگه همرزمن، یعنی به هم دیگه اطلاعات میدن که آقا هواپیمات از اونجا بر امنه، هواپیمات اونجا نیار، داعش هست، هواپیمات اینجا نیار، الان مثلا جبهه نصره است، اونم میگه که من میخوام اینجا رو بزنم، سربازت بره یا نره. دو کشوری که با هم اینجوری کار کردن کجا؟ اردنی که همین الان ملکش افتخار میکنه که من در حمله به موشکای ایران به اسرائیل کمک کردم، عربستانی که در وعده صادق یک ازش پدافند به موشکای ایران پرتاب شد، شوخی میکنن اینا. دوستان غربگرا در ایران یا خودشون رو ابله فرض کردن، یا دارن روز رو میگن شبه، یا با این کارهای پروپاگاندایی به قول معروف میخوان همه چیز وارونه نشون بدن و دوست و دشمن ایران رو با هم دیگه مخلوط کنن. خطای محاسباتی یکی از سرتیترها و اینکه مردم ایران و جوانان ایران رو نمیشناسن بخشی از صحبت‌های ایشون بود. در رابطه با این واکنش و این صحبت‌ها تحلیل شما چیه؟ بسیار خوب. حالا ببینید نکته خیلی مهمی، حالا من شما از بحث قبلی هم جانمونیم و اینا رو به هم وصل کنیم، همه قضیه اینه که حمله روز جمعه انجام شد و خود خبر یک موضوعه و در عصری که همه چیز رسانه‌ایه، نحوه‌ای که خبر پردازش میشه موضوع دیگه است. یعنی من میام الان یک دونه مثلا ترقه تو خونه شما میندازم، این ماده خامه، اینکه این ماده خام تبدیل بشه به چیزی که جنگ منطقه‌ای را بیفته، کلی کوچه به دعوا بیفتن، یا اینکه اصلا اتفاقی نیفته، بستگی به پردازش خبرش داره. از حمله اسرائیل به ایران در روز 5 آبان دو تا برداشت اصلی شد. یه برداشت این بود که به قول آقایون کوه موش سایید و قاه 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 و هیچ اثری نداشت، همون کوچک نمایی و دیگه بعدم چیز دیگه، نه خانی اومد نه خانی رفت، جمع کنیم بریم به کار کاسبون برسیم و اسرائیل دنبال جنگ با ما نیستش. یک نگاه دیگه این بود که این حمله هم توسط ایران تا حد زیادی کنترل شد، هم ایران توان دفاعیش و پدافندیش رو نشون داد، اما اسرائیل غلط زیادی کرده و این غلط زیادی باید متوقف شد. رژیمی که کارش از اول با تروریسم، رژیمی که از روز اول
انفجار و کشتن قتل و غارت بوده، این رژیم عادی که نیستش که ما بگیم الان یه بار یه خطایی کرد حالا دیگه این خطا رو تکرار نمی‌کنه. این رژیم اس و اساس و جوهرش خطاست، برای همین که این خطا باید طوری مهار شه و دستش باید طوری قلم شه که بشکنه که دیگه نتونه این دست رو بلند کنه. اصل قضیه اینه. و از اون موقع من گمان می‌کنم که این سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای بسیار سخنرانی مهم و کلیدی بود. حالا گفته میشه 60 کلمه فقط در مورد اسرائیل صحبت کردم، این 60 کلمه محاسبات غربی ها رو به هم زد، چون غربی ها گمان میکردن که ایران به دنبال پاسخ دادن نیستش و خدا رو شکر میکردن که تموم شد رفت و حالا عدالت و انتخابات آمریکا اتفاقی نمیفته، بعدم خدا بزرگه. ولی آقای خامنه‌ای بازی رو به هم زد و توضیح داد که این حتما باید بهش جواب داده بشه و باید به قول معروف بزرگی ملت ایران به اسرائیل فهمانده بشه. یعنی پاسخ دادن آقای خامنه‌ای قطعی کرد، ولی گفت کیفیتش حالا به مسئولان مربوطه، 10 تا موشک بزنن، 50 تا بزنن، 5000 تا بزنن، کار سایبری رو تلفیق کنن باهاش، کار پهبادی بکنن و غیره. ولی دیروز سخنرانی آقای خامنه‌ای قطعی بودن این رو انجام داد. چرا این بحث مهمه؟ چون در داخل در بی بی سی و اینا، در خارج بکنن، ولی در داخل هم یک جناح که من میگم خط سازش بسیار علاقه داشت که کار رو تموم شده فرض کنه و این اپیزود رو خاتمه بده. ولی آقای خامنه‌ای که یک رئالیسته، یک فردیست که به مکتب رئالیسم در روابط بین الملل و علوم سیاسی تعلق داره، میدونه که اینجا جایی نیست که شما یک سگ وحشی هار در رنده رو بدون تعدیب رهاش کنید و این بحث خیلی خیلی مهمیه. اینجا من الان توضیح بدم، حالا این سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای اگر توسط مردم عادی، جامعه اکو نشه، منعکس نشه، باستا پیدا نکنه و بهش در واقع صدای بیشتری داده نشه، جناح سازشکار سعی خواهد کرد که این صدا رو مدفون کنه. و همونطوری در صفحه اول روزنامه ما امروز صبح دیدیم که خیلی هاشون میگفتن که هرچه صلاح کار است مسئولان انجام بدن و فضا رو آرام سازی کنن. خب ما میگم دو تا مسئله است، ما فضا آروم، جامعه ایران جامعه ای که 8 سال جنگیده به این راحتی نمیترسه، بحث آرامش نیست، بحث تأدیب کسی است که پاش رو از گلیمش بیرون تر گذاشته و این بعد حتما 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 اتفاق بیفته و در غیاب رسانه‌های حالا قوی که ایران داشته باشه این کار مردم عادی است. اگر مردم عادی رگ غیرتشون از تعدی و تجاوز اسرائیل به آسمان شهرهای ایران واقعا بیرون زده، باید سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای رو دست بگیرن و اون رو به قول معروف منعکس کنن و نگذارن ادعی که نمیخوان این سخنرانی شنیده بشه اون رو در لای خبرهای دیگر مدفون کنن. به نظر من رهبر ایران با این 60 کلمه بازی رو به هم زد زیر میز معادلات و محاسبات هم تحلیلگران سیاسی بین‌المللی و هم جناح‌های داخلی زد، ولی این بقیه‌اش بسته به مردمه که اگر به کشورشون علاقه دارن، اگر به منافع ملی و امنیت ملیشون علاقه دارن، بدونن که این سخنرانی این 60 کلمه چه اهمیتی داره و چرا آقای خامنه‌ای باید بیاد و این موضوع رو بگه و بگه که کوچک نمایی نکنید. آقای خامنه‌ای میگه کوچک نمایی نکنید، داره به کی جواب میده؟ به کی داره جواب میده؟ منظورش چه کسانی هستن؟ چه کسانی داشتن کوچک نمایی میکردن؟ با چه هدفی داشتن کوچک نمایی میکردن؟ شما در نهایت فراموش نکنید ما در کشوری زندگی میکنیم که رئیس جمهور سابقش معتقد بود برجام به این علت به هم خورده که سپاه پاسداران رو 4 تا موشک شعار نوشته بودش. ما در کشوری زندگی میکنیم که به قول معروف یکی از بنیانگذاران ستونهای اصلیش میگفتش که دنیای فردا گفتمان هاست نه موشک ها. ما در کشوری زندگی میکنیم که برای همین قوایی که پریروز شما دیدید که چگونه آسمان های ایران رو نجات داد چه خون دل ها خورده شد و بسیاری از سال 76 77 میگفتن ما به اینا نیاز نداریم، دنیا دنیای توسعه اقتصادیه نه دنیای پدافند و دنیای رادار و دنیای موشک و دنیای پهباد و دنیای چیزهای دیگه. ما در دنیای زندگی میکنیم که وقتی سراغ هسته‌ای خواستیم بریم ادعی گفتن که لازم نیستش و چه خون و جگرها کردن که ایران به حقوق اولیش برسه. برای همینه که این بسته به مردم اتفاقا که اگر دیدن که
این سگ هار اشغالگر نامشروع در این منطقه تو این یک سال با مردم فلسطین چه کرد، با مردم بیروت چه کرد، و دستش رو هم روی کشور 2500 ساله‌ای که چنین عظمتی داره بلند کرد، حتی اگر این دست دردی نداشته باشه و به جایی نخوره باشه، ولی همین که دست رو بلند کرد باید دست چنان قلم بشه که دیگه چنین غلطی نه خودش، نه اون اربابش که براش موشکای تاد رو آورده، نه اون اربابش که براش F-16 ها رو بلند کرده در مورد ایران نکنه. و رهبری حرفش رو زد و من به نخبگان اونقدر اعتماد ندارم، به مردم عادی اعتماد دارم که اونها میدونن که منافع ملت چیه. و باید اینجا مواظب باشیم، چون وقتی به فضای مجازی نگاه میکنیم صداهای این مردم منعکس نمیشه، یه عده اقلیتی صدای همه شدن، چون رسانه دارن، چون فضای مجازی در اشغال خودشون گرفتن، چون بازی رسانه‌ای بلدن، شب به شب هم که صداشون توی بی بی سی و اینترنشنال منعکس میشه، اونها جای مردم دارن مردم نمایی میکنن. یعنی شما معتقد هستین که آرامش در گروه یک پاسخ قاطعانه است و افکار عمومی این مطالبه رو دارن؟ همونطور که رهبری ایران که به قوای نظامی ایران آگاه داره چنین چیزی گفتش، آرامش ایران و صلح ایران در قبال اینه که جامعه ایران بتونه متحدانه بیسته و نیروی نظامی ایران که 45 ساله که جنگیده و از تک تک این موشک ها رو با خون دل به دست آورده، یه گروه های سیاسی کاری نکنن که دست نیروی نظامی روی ماشه بلرزه و نیروی نظامی آزادی عمل داشته باشه، میدان آزادی عمل داشته باشه، که آن چیز که صلاح میدانه و از من خیلی بهتر میدونم فرماندهان نظامی، اونها باید تصمیم بگیرن، فرمانده کل قوا اونها باید تصمیم بگیرن، ولی ما با من مردم نباید بذاریم که اون صداهای نویز غربگراها و گلوبالیست ها کاری کنن که دست فرماندهان روی ماشه بلرزه. چگونگی و کیفیت این نگذاشتن افکار عمومی رو فضای رسانه‌ای، حتی همین رسانه‌های محدود شخصی و فردی میدونین؟ من این رو هم گفتم خدمت شما که الان همین تلویزیون جدال با وجود حالا ابعاد جغرافیایی 6 متریش به قول شما خیلی تونسته جهت‌دهی بده، و یه سوال مشخص از شما دارم، خود شما اخبار رو از کجا رصد میکنید؟ منبع خبری تلویزیون جدال کجاست؟ یعنی تحلیل‌های فردیتون هست یا نه شما بخش هایی رو دارید که به اونها اعتنا میکنید مردم هم بتونن از این سمت و سو از این نگرش ها بهره بگیرن و در انتشارش کمک بکنن؟ ببین کلا خبر، من بخوام خیلی خلاصه بگم، خبر چیزی نیستش که شما بخواید بهش معتاد باشید. اولین کاری که مخاطب باید بکنه این که از خبر پرهیز کنه. خبر فوری، اخبار فوری، آخرین خبر، بریکینگ نیوز، غیره و غیره، اینا همشون یه جوری نویزه. چون نگاه کنیم بالاخره خود رهبری ایران صبحش با خبر شروع نمیکنه، صبحش میره درس میده، درسته، میره درس خارج میده، کتاب میخونه و غیره. اینها شما اگر دستگاه تحلیلی داشته باشید خیلی نیازمند دنبال کردن آخرین اخبار نیستین، چون وقتی که به خبر معتاد شید نبضتون جای دیگه است که هر لحظه میتونه با این بینگ 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 شما رو تغییر بده. بالاخره همین اتفاقی که پیروز افتاد آی آخرین خبر بود؟ نه، بسیاری منتظرش بودن، برای همین نباید ما خیلی جا میخوردیم. من خودم بی بی سی فارسی رو نگاه میکنم به این علت که شما وقتی بی بی سی رو میخونید میفهمید که هم خبر چیز، هم چه نقشه برای ایران کشیده شده و بعد بتونید اون رو تحلیل کنید. من بیشتر از اینکه کارم خوندن خبر باشه، کارم تحلیل الگوهای جنگ رسانه‌ای دشمنان ایرانه، و چون خودم این مسیر رو هم اومدم، خودم به شکلی تحلیلگر بی بی سی بودم و غیره، میدونم که لابلای این جملات چه چیزی برای ایران هست، هدفشون چیه، میخوان چه پیامی رو به افکار عمومی ایران منتقل کنن و غیره. ولی قوانین سیاست، قوانینی که 3400 سالی که ما از کتاب جمهور افلاطون تا حالا فرق چندانی نکرده، دشمن سعی میکنه که در شما ترس به وجود بیاره، دشمن سعی میکنه که قوتهای شما رو ضعیف نشون بده، دشمن سعی میکنه که بین شما تجزیه ایجاد کنه و دعوا بندازه بین گروههای مختلفتون، و همزمان هم سعی میکنه که از شما اطلاعات بگیره و غیره. برای همین هدف خبر خبر نیست، هدف خبر اینه که دستگاه روانی، احساسی، عاطفی، شناختی شما رو معلول کنه. و من یه نکته بگم، در این چند ماه گذشته بسیاری از اون کسانی که در گروه‌هایی بودن که سه دهه است با تک تک موشک‌های ایران مخالفت کردن و بسیاریشون حتی وقتی خارج کشور بودن فرزندانشون خواهان تحریم ایران شدن یا حتی در داخل کشور بودن، الان دو سه ماهی که به قول معروف ادای وحدت ملی در میارن و پشت رهبری هم قائم میشن و غیره. من فکر میکنم که یکی از پیچیدگی‌های شناختی اینه، یکی از پیچیدگی‌های شناختی اینه. ما نباید کسانی که الان میگن جانم فدای رهبر فقط نگاه کنیم. آقای خامنه‌ای میگه ایران قوی،
آقای خامنه ای میگه امنیت فرای هر چیز. دستگاه فلسفی آقای خامنه ای مشخصه. اگه شما این دستگاه رو بشناسید، امنیت ملی قبل از توسعه اقتصادی، قبل از بحث فرهنگی، قبل از خانواده، قبل از مسائل دیگه، امنیت ملی، این امنیت چی میخواد؟ دانش میخواد، هوش مصنوعی میخواد، قدرت سایبری میخواد، قدرت موشکی میخواد، قدرت پهپادی میخواد و غیره. اینو واقعا خبر نمیخواد بخونه. یه کتاب 5 صفحه‌ای تاریخ از زمان قاجاری شما بردارید بخونید، ببینید که عباس میرزا چرا شکست خورد، چرا ایران استانهای شمالیش رو از دست داد، در دوره محمد شد چرا ایران هرات رو از دست داد، چرا ایران دوبار اشغال شد. متوجه میشین که اینها به خبر ربطی نداره. اگر درونی بشه در شما که آقا ما این قدرت امنیتی رو میخوایم، این امنیت نظامی رو میخوایم، اگر دشمن بعد 24 ساعته خواست ما رو فریب بده، بگه مقصر اینه که الان فیلترینگه، مقصر اینه که الان فلانه، این موشک رو بده من تحریم رو بردارم، این خبر خوندن به ضرر شماست. خبر رو ول کن، ببند موبایل رو، لحظه به خودت فکر کن، آیا ایرانی که 200 ساله که زیر ضرب دشمن خارجی بوده به موشک نیاز داره یا نداره؟ موشک بده؟ چرا آمریکا موشکاشو ول نمیکنه؟ چرا همین الان این موشک‌ها رو از هفته پیش دو برابر کرده تو اسرائیلی که سلاح هسته‌ای هم داره، فلان هم داره، فلان هم داره؟ اگه موشک بده چرا عربستان داره میخره؟ چرا قطر میخره؟ چرا بحرین میخره؟ چرا امارات میخره؟ چرا همه دنیا، چرا سوئیس میخره؟ به ایران که میرسه موشک بد میشه و عق میشه و موشک داشتن دلیل این میشه که ما ژاپن و آلمان و دبی نیستیم. 5 دقیقه شما با خودتون فکر کنید، میگم 1 ساعت تفکر از 70 ساعت عبادت بهتره، 1 ساعت تفکر در خلوت خودتون به منافع ملی خودتون از 70 سال خبر خوندن و پای تلویزیون نشستن و پای رسانه جدال نشستن و بی بی سی نشستن بهتره. ممنون و متشکرم. علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و مؤسس تلویزیون اینترنتی جدال، ما باز هم در زمان مختزی در برنامه پرونده ویژه میزبان شما خواهیم بود و در صورت هر گونه اتفاقی یا خبری به تحلیل های شما گوش خواهیم داد. ممنون، متشکرم. علی علیزاده از لندن.